شما به هر صورت از طریق خودتون دارید پیگیری میکنید، ما هم از طریق مجاری ادراری که خدمت شما کردیم. نه خندی خدایش، این یکی دیگه سوتی نداده، اتفاقا دمش گرم، اولین مسئولیه که داره با صداقت کامل با مردم حرف میزنه و خیلی شفاف میگه که یه عمر مشکلات از طریق کدوم مجاری دارن حل و فصل میکنن. البته نه فقط مجاری ادرار، خروجی مقعد و کلا دستگاه گوارششون هم در این زمینه خیلی فعال بوده. اصلا با تکیه بر همین تشکیلات کمر به پایینه که میخوان مشکلات پیری جمعیت رو حل کنن دیگه. افزایش جمعیت یکی از ویژگی‌های تحقق این تمدن نوین جامعه اسلامی است. بله، کلن هرچی و هرچی جمعیتش بیشتر باشه متمدن‌تره. الان از دیده ایشون سوسکا به مراتب از مردم سوئیس متمدن‌تر محسوب میشن، چون هفته ای 100 تا تخم میذارن تو جا فازلا و چون به مشوق هم نیاز ندارن، یعنی ته فرهنگ و تاریخ و تمدن. سعی ما این بود که این مسئله مالی رو به گونه ای حل کنیم که هزینه های طرح به گونه ای باشه که ضمن اینکه مشوق ها قویه، حدوداً 10,000 میلیارد این منابع بود که ما برای دولت پیش بینی کردیم که هزینه های طرح هم حدود 9,000 میلیارد بود. 9,000 میلیارد تلمبه چند حساب کردین؟ اصلا چه می‌خوام بخوریم با این همه جمعیت؟ مگه تو همین 80 میلیونش نموندین؟ اصلا چرا از چین نمیاری؟ همین 9000 میلیارد رو برین چین، 9 میلیارد آدم جدید وارد کنید و خلاص. اینجوری نه دهن شما پاره میشه از شدت تبلیغ فرزندآوری، نه شورت مردم. پشتوانه مالیشی طرح همه جانبه‌ای شد تو این زمینه. چون ما واقعاً فرصت تعارف نداریم. یعنی تا الان تو تعارف رو دروایسی واسه شورت و تنبون و اتاق خواب مردم قانون و پیمایش ملی میذاشتین؟ پس فکر کنم تعارفو بذارین کنار، شخصا شب جمعه خودتون میان تو تخت خواب مردم موانع و زود تو سری انقلابی برطرف میکنین، مردم احساس بارداری کنن. پیمایش ملی 2 سال پیش سال 97 مردم گفته بودن که ما علاقه داریم به 3 فرزند و بیشتر. 60% مردم گفته بودن. این نشون میداد که مردم میخوان فرزند داشته باشن، موانعی جلوشونه. پیمایش ملی برگزار کردن توی تنبون مردم که تایی این پیمایش هم متاسفانه به مانع مهمی برخورد کردن به اسم شورت. برای همین هم هر جور شده میخوان پای همه درش بیارن که تشویق بشن به فرزندآوری. یعنی ملت باید عین ماهی تخم گذاری کنن تا اینا بکشن بیرون. ثبت جهانی یک ماهی جدید به نام علی دایی. البته نیت این کاشفان عزیز خیر بوده، از این کارا تو همه جای دنیا میکنن، اسم آدمای معروفو میذارن رو گونه های جدید. ولی من حرفم اینه که آخه علی دایی چرا؟ ماهی به زیرابی رفتن معروفه، اسمشو اگه میذاشتیم محمد حسین میساقی منطقی تر نبود؟ دوستان بدونن که اسم هر آدمی، نام هر آدمی کپی رایت داره، اجازه شما باید بگیری وقتی میخوایی اسمی رو انتخاب بکنی. بله، آدم ها نامشون کپی رایت داره، ولی خوشبختانه برنامهشون کپی رایت نداره، برای همین هر بازی راحت میتونه بشینه سر جاشون، فقط باید به فوت و فن مالیدن مسلط باشه. فضای نامحترم که بنده کافی هست، شما دیگه دامن نزنید لطفاً. هر کاری قراره که انجام بدید توی این حوزه باید حتما اجازه کتبی داشته باشید، توافقنامه داشته باشید و خواهشاً فضای مجازی رو از اینی که هست بدتر نکنید. چی میگی آخه؟ به فضای مجازی چه ربطی داره؟ چرا هر حرفی از دهن در میاد بعد یه لیسم کنارش به پرپاچه رئیس شبکه بزنی؟ آقا چون کسی این وسط قرار باشه ابراز ناراحتی کنه، اول خود علی داییه، بعدش هم آقای احمدی نژادی که این وسط حقش ضایع شده. چون این دانشمندا نکردن بعد از این همه سال یه گونه جدید آفتاب پرست هم معرفی کنن که به پاس این همه رنگ عوض کردن اسم محمودو بذارن روش. من از اون کسانی هستم معتقدم آینده بسیار درخشان و روشن است. علت اصلی اینه که اون کسانی که مسبب وضع موجودن دیگه تو اون آینده نیستن. این که خودشو بعد از 8 سال تر زدن جزی از مسببان شرایط قهوه‌ای امروز مملکت نمیدونه، این یعنی دانشمندا باید خوب تو طبیعت بگردن علاوه بر آفتاب پرست یه سنگ پای جدیدم کشف کنن تا ما به جای سنگ پای قزوین دیگه بگیم سنگ پای محمود. به طور خاص به شما میگم شیطان رو ایران توجه ویژه داره، چون بعضی اونجا هستن خوب جذبش میکنن. شیطان رو ایران توجه ویژه نداره، تعجب ویژه داره در حد پشم ریزون از کارهای مسئولای ما، طبیعی هم از خوب. منم جای شیطان بودم یه گوشه همین سخنرانی محمودو میدیدم، میرفتم کاغذ قلم برمیداشتم میشستم پای حرفاش تا صبح نوت برداری میکردم شاید یه چیزی یاد بگیرم. والا به خودم.